مشککر هستم آقای رئیس آقای دبیر کل هییت های محترم، سفرا سران کشورها هفتاد سال تاریخ در این سالن عبور کرده با تمام غنای خودش. اونجایی که من امروز ایستاده ام، دنیا سخنرانی‌های رؤسای جمهور رو شنیده، سخنرانی صدر اعظم‌ها رو در اوج جنگ سرد، ما شاهد پای ریزی سازمان ملل بودیم شاهد حضور رهبران انقلاب‌ها بودیم ما شاهد حضور چهره‌هایی بودیم که به ما امید رو الهام دادند و قهرمان هایی که به ما حس شجاعت دادند همه ما اینجا هستیم تا بشنویم ایده ها و پیشنهادات مختلف رو در بزرگترین جایگاه سخنرانی جهان مانند همه اونهایی که پیشتر از این با ما ملاقات کردند زمانی که ما در اینجا هستیم زمانی پر آزمون هست زمانی با گزینه های روشن اون شکاف ضروری که در طول تاریخ وجود داشته بازم بیش از پیش خودش رو نشون میده گسست بین اونهایی که اتششون برای کنترل کردن و حاکمیت به این توهم رو داده که سرنوشت اونها حاکمیت و کنترل کردن دیگران هست و طرف دیگه ملت هایی که آرزوشون حق حاکمیت و سرنوشت خودشون هست من این افتخار بزرگ دارم که امروز به عنوان رئیس جمهور منتخب کشوری صحبت بکنم که آزادی استقلال و حاکمیت ملی رو بیش از هر چیز اولویت میده ایالات متحده آمریکا بعد از خرج کردن دو نیم هزار میلیارد دلار برای بازسازی ارتش قدرتمندمون قوی ترین کشور دنیا هم هست امیدوارم که هرگز این کشور مجبور نشه از نیروی خودش استفاده بکنه آمریکایی ها میدونن در دنیایی که دیگران به دنبال تسلط و غالب شدن هستند ملت ما باید قوی باشه هم در روحیش باید قوی باشه هم در قدرت فیزیکیش برای همین هستش که ایالات متحده به شدت از ارزش ها و سنت دفاع میکنه که امروز هویت ما امریکایی ها رو شک داره هر کشور دیگه مثل کشور محبوب من یک تاریخ و یک میراس و یک فرهنگ جداگانه خودش رو داره که ارزش دفاع کردن رو داره ارزش گرامی داشت داره و همین داشتن چنین کشوری هست که به ما هویت و قدرت میده دنیای آزاد باید به میراث ملی کشورها احترام بذاره نباید تلاش بکنه که این هویت ها رو منتقل بکنه به هویت های دیگه و یا اینها رو حذف بکنه نگاه بکنید به این دنیای بسیار زیبا و شگفتانگیزمون حقیقت بسیار روشن هست اگر شما دنبال آزادی هستید به کشور خودتون ببالید اگر دموکراسی میخواهید به حاکمیت ملی خودتون محکم بچسبید اگر دنبال صلح هستید عاشق ملت خودتون باشید رهبران خردمند همیشه رفاه حال مردم خودشون رو ورای رفاه حال دیگران قرار میدن آینده از آن گلوبالیست ها و طرفداران جهانی سازی نیست آینده متعلق به وطن پرستان هست آینده متعلق به کشورهای مستقل هست کشورهایی که حفاظت میکنن از شهروندان خودشون به با همسایگانشون احترام میذارن و احترام, احترام میذارن به اختلافهایی که هر کشور رو از کشورهای دیگه متمایز و منحصر به فرد میکنه برای همین هستش که ما در ایالات متحده آمریکا یک طرحی رو پای ریزی کردیم برای یک احیای سراسری ملی تمام آنچه که ما انجام میدیم نگاهمون برای قوت دادن به آرزوهای شهروندان خودمون هست به لطف سیاست های اقتصادی ما میزان بیکاری در داخل کشور به پایین سطح خودش در نیم قرن اخیر رسیده به خاطر معافیت های مالی به خاطر حضر بسیاری از ضابطهها ها جدید داره با روندی تاریخی ایجاد میشه 6 میلیون آمریکایی حالا به فهرست شاغلان در ایالات متحده بدل شدند <applause> تنها در سه سال ماه گذشته سیاه پوستان آمریکایی اسپانیای تبارهای آمریکایی و آسیایی تبارهای آمریکایی به بالاترین سطح اشتغال در تاریخ رسیدند ما داریم از قدرت منابع طبیعی کشورمون رو بهره میبریم تا آمریکا رو در جایگاه اول تولید کننده نفت و گاز در دنیا قرار بدیم دستمزدها داره بالا میره درآمدها داره بالا میره و دو نیم میلیون آمریکایی از فقر بیرون کشیده شدن تنها در ظرف سه سال در حالی که ما مشغول احیای قدرت عظیم ارتش ایالات متحده هستیم در حال تحکیم اتحادهای خودمون هم هستیم و از همه شرکا و همکاران خودمون انتظار داریم که پول این هزینه های دفاعی رو بدن که همیشه ایالات متحده بر دوش گرفته در کانون توجه ما برای این احیای ملی یک کارزار بلند پروازنایی برای احیای نظام تجاری بین‌المللی قرار داره برای دهها سیستم تجاری جهان به راحتی مورد سوء استفاده کشورهای قرار گرفته که بدون حسنیت عمل کردند در حالی که شغل زیادی به بهای بدتر شدن وضعیت طبقه متوسط به دیگران واگذار شد در نهایت باعث از بین رفتن نزدیک به دو میلیون شغل در حوزه های تولیدی شد و مقادیر بسیار زیادی کسر بودجه در طول پنجاه سال اخیر ایالات متحده آمریکا حالا داره اون تصمیم قاطعی رو میگیره تا بتونه جلوی این نابرابری بزرگ اقتصادی رو بگیره هدف ما بسیار روشن هست ما دنبال یک تجارت متوازن و منصفانه هستیم ما با همکاران خودمون در مکزیک و کانادا کار کردیم تا نفتا رو جایگزین کنیم با یک توافق بزرگ از طرف آمریکا، مکزیک و کانادا یک توافق جدید من فردا با نخست وزیر ژاپن هم ملاقات خواهیم کرد که بتونیم دوباره یک قرارداد جدید تجاری با او منعقد بکنیم در حالی که بریتانیا بریتانیای کبیر آماده خروج از اتحادیه اروپا میشه من بسیار روشن گفتم که ما آماده انعقاد قرارداد تجاری بزرگ با بریتانیا هستیم که بتونه برای کش... هر دو کشور آمریکا و بریتانیا منفعت سرشاری رو در بر داشته باشه ما داریم با نخست وزیر بوریس جانسون بر روی یک قرارداد تجاری کار میکنیم بزرگترین تفاوت رویکرد جدید ما مسئله تجارت با گذشته مربوط میشه به چین در سال 2001 چین چین وارد سازمان تجارت جهانی شد در آن زمان رهبران ما استدلال کردند که این تصمیم باعث خواهد شد که چین اقتصاد خودش رو باز بکنه و سوبسیت هایی رو بر روی اجناس خودش تعیین بکنه که برای ما غیر قابل هست محدودیت هایی رو بر روی بخش خصوصی بذاره که به ضرر ما بشه و دیدیم که فرضیه ها و استدلال های اونها اشتباه بود نه تنها چین دست به اصلاحاتی که وعده داد نزد بلکه یک الگوی جدید اقتصادی رو پای ریزی کرد که موانع زیادی رو در راه تجارت ایجاد کرد تعرف زیادی رو بر روی اجناس وارداتی مقرر کرد و باعث سرقت در حق تعلیف و کپی رایت شد به عنوان یک نمونه مشتی نمونه خروار من اخیرا با مدیر کل یک شرکت بسیار العاده آمریکایی ملاقات کردم Micron Technologies. مایکران سازنده چیپ های هستش که در دستگاه های الکترونیک به کار میره یک شرکتی که توسط چین تمام طراحی های شرکت مایکرون رو دزدید برای اینکه دولت چین بتونه طرح پنج ساله توسعه تکنولوژی خودش رو جلو ببره و بعد هم یک محصولی کاملا مشابه محصولات مایکرون تولید کرد و به شرکت مایکرون هم اجازه نداد که اون محصولات رو در داخل چین بفروشه اما ما در اینجا به دنبال عدالت هستیم ایالات متحده آمریکا 60 هزار کارخونه رو از دست داد بعد از اینکه چین وارد سازمان تجارت جهانی شد این داره این بلا داره سر کشورهای دیگه در دنیا هم میاد سازمان تجارت جهانی احتیاج به تغییرات اساسی داره بزرگترین اقتصاد دنیا نباید بهش اجازه داد که بتونه برای اینکه به کشور پیشرفته تبدیل بشه به بهای نابودی دیگران بخواد سیستم نظام مالی خودش رو جلو ببره برای ده ها سال ما این رفتارها رو تحمل کردیم چشمای خودمون رو بستیم حتی چه بسا تشویق هم کردیم ایده جهانی سازی یک گونه سایه ایدئولوژیک بر این بحث ها انداخت و باعث شد که خیلی از رهبران به منافع ملی خودشون بی توجهی بکنیم اما امروز دیگه ما شاهد چنین روزهایی نخواهیم بود برای پایان دادن به چنین رفتارهای غیر منصفانه من تعرفه های عظیمی رو بر روی بیش از 500 میلیارد دلار اجناس وارداتی چین تعیین کردم و به دلیل همین تعرفه های جدید هست که تمام اون شبکه ها و زنجیره های تأمین این اجناس برگشته به آمریکا و پول زیادی از جمله میلیاردها دلار وارد خزانه ما شده مردم آمریکا به شدت متعهد هستند برای برقراری توازن در رابطهشون با چین امیدوارم که ما بتونیم به یک توافقی با چینی ها برسیم که برای هر دو کشور مفید باشه اما همونجور که من به روشنی گفتم من تحمل تحمل یک توافق بد رو برای مردم آمریکا نخواهم داشت ما تلاش میکنیم که رابطه خودمون رو با چین به تثبیت برسونیم اما در عین حال با دقت وضعیت هنگ کنگ رو هم زیر نظر داریم جامعه جهانی از دولت چین انتظار داره که به توافق تاریخی که با بریتانیا داشت احترام بذاره به توافقی که با سازمان ملل داشت احترام بذاره و به سیستم مستقل دموکراتیک هنگ کنگ احترام بذاره اونطور که چین بخواد وضعیت هنگ کنگ رو مدیریت بکنه نشانه خوبی از آینده هستش که چین نسبت به دنیا در پیش خواهد گرفت ما به صدر ازم چین نگاه میکنیم به عنوان یک به رئیس جمهور چی نگاه میکنیم به عنوان یک رهبر بزرگ ما دنبال درگیری نیستیم ما دنبال همکاری هستیم ما دنبال احترام متقابل هستیم اما من هرگز هرگز از پا نمی نشینم برای دفاع از منافع آمریکا یکی از بزرگترین تهدیدهای امنیتی نسبت به کشورهای طرفدار صلح هست رژیم خودکامه ایران هست کارنامه این رژیم مرگ و تخریب هست همه ما با این کارنامه آشنایی داریم نه فقط ایران حامی اول تروریسم در دنیاست بلکه رهبران ایران دارند در تنور جنگ سوریه و یمن میدمند در عین حال حکومت ایران مشغول چپاول ثروت اون کشور برای رسیدن به برنامه های هسته‌ای و سلاح های هسته ای در جهت بکارگیری اونها هست ما هرگز اجازه نمیدیم که این اتفاق بیفته ما باید جلوی رسیدن ایران به سلاح های هسته ای رو بگیریم در همین جهت بود که من ایالات متحده رو از این توافق بد هسته ای خارج کردم تاریخ اعتبار این توافق به هر حال به زودی منقضی خواهد شد این توافق اجازه بازدید از تحصات هسته ایران رو نداد بعد از خروج ما از برجام ما تحریم های اقتصادی شدیدی رو علیه ایران اعمال کردیم ایران با امید به رهایی خودش از این تحریم ها دست به یک کارزار خشن و تجاوزگری زده و در واکنش به حمله اخیر ایران به تاسیسات نفتی عربستان ما بالاترین حد تحریم ها رو علیه بانک مرکزی ایران وضع کردیم تمام ملت ها وظیفه دارند که اقدام کند هیچ دولت مسئولی نباید کمک بکنه به اتش ایران برای خون تا وقتی که رفتار ایران ادامه داشته باشه تحریم ها لغو نخواهد شد تحریم ها بیشتر هم خواهد شد رهبران ایران یک ملت مغرور رو دارن بدل میکنن به قصه یک کشوری که یک طبقه حاکم مردم رو کنار میذاره و دنبال خود کامگی ها و منفعت خودش میره برای چهل سال دنیا به حاکمان ایران گوش داده وقتی شنیده که این حاکمان برای مشکلاتی که خودشون ایجاد کردن به همه حمله میکنند حکومت ایران شعارهای سنتی مرگ بر آمریکا رو تکرار میکنه احساسات ضد یهودی رو دامن میزنه سال گذشته رهبران این کشور گفتن که اسرائیل قده سرطانی هست که باید از بین بره و اونها گفتند که این اتفاق خواهد افتاد ایالات متحده آمریکا هرگز تحمل چنین احساسات ضد یهودی رو نخواهد کرد افراتی ها همیشه نفرت از اسرائیل رو ابزاری قرار دادن برای گمراه کردن مردم از شکست و ناکامی های خودشون خوشبختانه در خاور میانه همه دارن متوجه میشن که کشورهای منطقه یک منافع مشترکی برای مبارزه با افراتیگری دارند همه کشورهای منطقه منافع مشترکی برای در اختیار قرار دادن فرصت اقتصادی به همه دارند برای همین لازم هستش که اسرائیل و همسایگانش به یک رابطه خوب و کامل برسند رابطه‌ای که بر اساس احترام متقابل باشه بر اساس تحمل و شکیبایی مذهبی باشه و فقط بر اساس این هست که ما میتونیم به این جلو مردم ایران احتیاج دارن یه دولتی داشته باشن که دنبال کم کردن فرق باشه پایان دادن به فساد نه دولتی که پول اونها رو بدزده به جاش هزینه قتل عام در کشور خودش و خارج از کشور خودش رو بده بعد از چهل سال ناکامی وقت اون فرا رسیده که رهبران ایران پا پیش بذارن و دست از تهدید کردن کشورهای دیگه بردارن و تمرکز بکنن روی بازسازی کشور خودشون وقت اون فرا رسیده تا رهبران ایران بالاخره به مردم ایران اولویت بدند. ایالات متحده آمریکا آماده دوستی با تمام اونهای هستش که با حسن نیت به دنبال صلح و احترام متقابل هستند بسیاری از دوستان نزدیک آمریکا قبلا دشمنان بسیار بزرگش بودند ایالات متحده هرگز اعتقادی به دشمنان ابدی نداشت ما دنبال شریک هستیم نه دنبال حریف و رقیب ایالات متحده میدونه هر کسی میتونه جنگ شروع بکنه اما اون افراد شجاع هستن که میتونن صلح رو انتخاب بکنن برای همین هستش که ما دست به یک دیپلماسی بسیار جسورانه در شبه جزیره کره زدیم من به کیم جونگ اون گفتم اون چه که واقعا اعتقاد دارم مثل ایران کره شمالی هم دارای ظرفیت های بسیار بزرگی هستش که برای بهره برداری از اون ظرفیت ها کره شمالی باید دست از سلاحهای هستهش برداره در سراسر جهان پیام ما روشن هست هدف آمریکا هدفی پایدار هست هدف آمریکا صلح و آرامش هست هدف آمریکا وارد شدن به این جنگ های تمام نشدنی نیست جنگ هایی که هرگز نقطه پایانی برایشون متصور نیست با این قاعده طلایی در ذهن ماست که دولت من در حال پیگیری آرزویی برای آینده بهتر در افغانستان هست متاسفانه طالبان تصمیم گرفتن که دست به حمله های وحشیانه خودشون بزنن و این حمله ها رو ادامه بدن ما همچنان به شرکای خودمون در اطلاف افغانستان کار خواهیم کرد تا بتونیم تروریسم رو از بین ببریم هرگز از پا نخواهیم نشست و بتونیم صلح رو محقق بکنیم اینجا در نیم کره غربی ما در کنار شرکای خودمون برای تضمین فرصت و بهره برداری از منابع ایستاده ایم یکی از اساسی ترین چالش های ما مهاجرت غیرقانونی است مهاجرت غیرقانونی پیشرفت کشور ما رو تضعیف میکنه باعث کمک و پاگیری کارتل های مجرمانه میشه مهاجرت غیرقانونی ناامن هست پایدار نیست و خطرناک هست. کشورهایی که مهاجر میفرستن به کشورهای دیگه منابع خودشون رو از دست میدن اینها کشورهایی هستند که به جوانان خودشون نمیرسن سرمایه انسانی خودشون رو از دست میدن و کشورهایی که مهاجر پذیر میشن باید بار مهاجرت هایی رو بر دوش بکشن که نمیتونن تحمل بکنن از خود مهاجران سوء استفاده میشه از گرگ صفتانی اینها قربانی گرگ سفتانی میشن که ازش رو استفاده میکنن یک سوم زنانی که به طرف مرز ما حرکت میکنن تا به کشور ما پناهنده بشن مورد سو استفاده جنسی قرار میگیرن اما اینجا در آمریکا و در کشورهای دیگه ما شاهد ظهور و پاگیری یک سری گروه های غیر دولتی رادیکالی هستیم که به دنبال تشویق قاچاق انسان ها هستند گروه ها و کارتل هایی که خواهان حذف شدن همه مرز ها هستند از بین رفتن مرز ها هستند من برای تمام این منادیان که به اسم عدالت اجتماعی دارند سیاست هایی رو دنبال می کنند که عادلانه نیست سیاست های اونها سیاست های پلیدی هست شما دارین به قدرت کارتل های مجرمانه کمک می کنیم که زنان و بچه های بیگناه رو ملعبه خودشون قرار میده شما دارین منفعت خودتون رو در اولویت قرار میدین بر روی رفاه حال میلیون ها آدم شما دارین امنیت مرزها رو تضعیف میکنین شما دارین کرامت انسانها و حقوق انسانها رو زیر پا میذارین بسیار از کشورهایی که امروز اینجا هستن دارن با چالشهای مهاجرت غیر قابل کنترل دست و پنجه نرم میکنن همه شما این حق رو دارید که از مرزهای خودتون دفاع بکنید ما همین حق رو داریم که از مرزهای خودمون دفاع بکنیم <applause> امروز ما باید سعی بکنیم با هم کار بکنیم تا جلوی قاچاق انسانی رو بگیریم تا جلوی قاچاق انسانها رو بگیریم و این شبکه های جنایتکار رو حذف بکنیم من میتونم بگم که ما داریم به شدت تلاش میکنیم با دوستان خودمون در منطقه از جمله با مکزیک از جمله با گواتمالا و با کانادا هندوراس ال و پاناما تا بتونیم تا بتونیم حق حاکمیت و حفاظت خودمون از مرزها رو تضمین بکنیم که بتونیم برسیم به نقطه پیشرفت و تعالی مردم خودمون من میخوام تشکر بکنم از رئیس جمهور مکزیک برای همکاری بسیار قوی که با ما داشته برای استقرار کردن 27 هزار نیرو در امتداد مرزها با مکزیک. مکزیک داره به ما احترام زیادی رو نشون میده و من هم متقابلا به اونها احترام میذارم. در آمریکا ما گام های بی سابقه برداشتیم برای جلوگیری از حجوم مهاجران غیرقانونی <applause> هر کسی که بخواد از مرزهای ما به طور غیرقانونی عبور بکنه حرفهای من رو گوش بدید به قاچاقچیان پول ندید به این گرگ سفتان پول ندید خودتون رو در خطر قرار ندید. فرزندان خودتون رو در خطر قرار ندین. برای اینکه اگه شما به آمریکا برسید ما اجازه ورود شما رو به آمریکا نخواهیم داد. ما شما رو به کشورتون باز می‌گردونیم. ما اجازه نخواهیم داد که شما از ها آزاد بشین و به کشور برگردید. حداقل تا وقتی که من رئیس جمهور ایالات متحده هستم. ما از مرز همون حفاظت خواهیم کرد. تمام کشورهای نیم کره غربی از دولت هاشون میخوام که سرمایه گذاری بکنن در آینده درخشان مردم خودشون منطقه ما مملو هست سرشار هست از آرزوهایی که منتظر تحقق هستند. سرنوشت ملی که میتونه در انتظار هر کشوری باشه سرنوشتی که چشم انتظار پیگیری های ملیون ها افراد وطن پرستی هستش که امید دارند بتونن به قله های رفیع پیشرفت برسن اما این ملت ها نمیتونن به اون ظرفیت های واقعی خودشون برسن اگه نسل جوانان اون کشورها وطن خودشون رو رها بکنند تا زندگی رو در یک جای دیگه پیدا بکنند. ما میخوام همه ملت ها در منطقه ما شکوفا بشن میخوایم مردمش به رشد و تعالی برسن در آزادی و در امنیت و برای رسیدن به این هدف ما متعهد هستیم برای کمک به مردمی که در زیر چکمه های دیکتاتوری های خودکامه قرار دارند. مثلا در نیکاراگوا، کوبا، یا ونزوئلا به عنوان یک گزارشی که اخیرا شورای حقوق بشر سازمان ملل داد زنان ونزوئلا ده ساعت در روز تو صف غذا می بیش از پانزده هزار نفر بازداشت شدند به با عنوان زندانی سیاسی جوخه های اعدام امروزی در حال قتل عام هزاران نفر هستند دیکتاتور مادورو یک دست نشانده کوبا هستش محافظان او کوبایی هستند او از مردم خودش پنهان شده در حالی که چپا ولگران کوبایی تمام ثروت ونزوئلا رو به قارت بردن تا بتونن نظام کمونیستی او رو پیش ببرند بار آخر که من در این مجمع صحبت کردم از اون موقع تا حالا من و کشورهای دیگه اطلافی مشتمل بر 53 کشور رو تشکیل دادیم که بتونه کمک بکنه به ونزوئلایی هایی که درگیر این کابوس شدن ولی بدونید که ایالات متحده در پشت شما قرار داره ایالات متحده آماده مقادیر ارسال مقادیر زیادی کمک های انسان دوستانه به شما هست ما وضعیت ونزوئلا را زیر نظر داریم با دقت زیر نظر داریم و چشم به راه روزی هستیم که دموکراسی در ونزوئلا احیا بشه روزی که ونزوئلا آزاد بشه و روزی که آزادی در سراسر نیم کره غربی برقرار بشه یکی از بزرگترین چالش ها و جدیترین چالش های آمریکا چشمانداز سوسیالیسم هست سوسیالیسمی که نابود کننده ملت هاست اجازه بدید که ونزوئلا الگویی باشه که به ما یادآوری بکنه سوسیالیست و کمونیست هیچ ربطی به عدالت ندارن هیچ ربطی به برابری ندارن هیچ ربطی به کمک به فقرا ندارن ربطی به منافع کشورها ندارن سوسیالیسم و کمونیسم فقط مربوط به یک چیزه مربوط به حفظ قدرت توسط طبقه حاکمان هست امروز من این پیامی رو تکرار می کنم که به مردم خودم هم گفتم ایالات متحده هرگز یک کشور سوسیالیست نخواهد بود در طول قرن گذشته سوسیالیست و کمونیسم 100 میلیون نفر رو به کشتن دادن متاسفانه اونگونه که ما در ونزوئلا می بینیم آمار مرگ و میرها همچنان رو به سعوده این رژیم های خودکامه این ایدئولوژی های خودکامه با بهرهگیری از فناوری های مدرن این قدرت رو پیدا کردند که بتونن شیوه های جدید سرکوب رو اعمال بکنند به همین دلیل هستش که ایالات متحده داره گام هایی رو بر داره برای رسد کردن و نظارت کردن برای سرمایه گذاری های ما در تکنولوژی های الکترونیک دیگه هستش ما از تمام کشورهای دیگه میخوایم و اونها رو تشویق میکنیم که کار مشابهی مثل ما انجام بدن آزادی و دموکراسی باید همواره مورد حفاظت قرار بگیره چه در داخل هر کشور چه در خارج اون هم کشور همه ما باید بدبین باشیم نسبت به اونهایی که به دنبال یک پارچه کردن و کنترل مردم هستند حتی در ملت‌های آزاد هم ما چالش هایی رو نسبت به آزادی میبینیم میبینیم بعضی از شبکه های اجتماعی دارن قدرت بسیار عظیمی رو کسب میکنن دارتا قدرت عظیمی رو کسب میکنن برای نشون دادن اونچه که ما میتونیم ببینیم اونها انتخاب میکنن ما چی رو ببینیم و باعث شدند که بسیاری از طبقه های حاکم فرهنگی نسبت به اراده مردم بی تفاوت باشند بسیاری از بوروکراسی ها در خفا کار بکنند و نظام دموکراتیک رو تضعیف کنند می بینیم خیلی از محسس دانشگاهی دست به حجمه های بزرگ علیه سنت های تاریخی ما بزنند در ایالات متحده آمریکا دولت من به روشنی به شرکت های که دارنده این شبکه های اجتماعی هستند گفت که ما طرفدار آزادی بیان هستیم که یک جامعه آزاد اجازه نخواهد داد که قول های های اجتماعی صدای مردم را خاموش بکنند چرا که یک مردم آزاد هرگز نباید هرگز نباید بازیچه قرار بگیرن برای سانسور کردن و یا تضعیف کردن همسایگان خودشون ما از ارزش های آمریکایی دفاع می اما در این حال از حق همه مردم برای یک زندگی عزت و با کرامت دفاع می در همین راستا هستش که دولت من داره با ملت های دیگه کار می تا در جهت جرم زدائی از همجنسگرایی قدم برداره ما با همه دگر باشان اعلام همبستگی میکنیم و جلوی کشورهای میستیم که دارن دگر باش ها رو به خاطر گرایش های جنسی خودشون سرکوب میکنن ما همچنان پرچمدار حق زنان در جامعه خودمون هستیم ملت هایی که به زن خودشون قدرت میدن کشورهای ثروتمندتر کشورهای امتری هستن کشورهایی هستن که به لازه سیاسی ثبات بیشتری دارن برای همین این بسیار نه تنها ضروری است حقوق زنان برای پیشرفت کشور بلکه بسیار حیاتی است برای امنیت ملی کشور این ضروری است که کمک بکنند به توسعه زنان با توجه به این اصول هستش که دولت من مبتکر طرح توسعه حقوق زنان در جهان بود WGDP اولین نشانه رویکرد دولتی برای دادن قدرت و فرصت های برابر به زنانی بود حق حقوق و فرصت های حقوقی برای کار در همون حوزه هایی که مردان کار میکنن سفرهای آزادانه و عضویت در نهادها عضویت آزادانه در نهادهای مختلف دیروز من میزبان یک سری از کسانی بودم که مطالبهشون تعهد آمریکا برای حفاظت از آزادی مذهبی بود. این حق پایه ای آزادی مذهب در دنیا مورد تهدید قرار گرفته شاید باور نکنید، ولی 80 درصد جمعیت های دنیا در کشورهایی واقع شدن که آزادی مذهبی در خطر جدی قرار داره یا به طور کامل غیرقانونی اعلام شده. ایالات متحده آمریکا هرگز از پا نخواهیم نشست برای ارتقاء آزادی ارتقاء آزادی پرستش ارتقاء آزادی مذهب ما آزادی مذهب رو برای همه میخوایم آمریکایی ها هم هرگز از پا نخواهند نشست برای دفاع از بیگناهان ما میدانیم که بسیاری از کارزارهای سازمان ملل به دنبال ایجاد کردن حق سخت جنین برای خیلی از کشورها بودن و هزینه های مختلف توسط دیوان سالارها صرف این کار شده این بروکرات ها اجازه ندارن که حق حاکمیت ملی کشورهایی رو بگیرن که میخوان مانع سخت جنین بشن ما معتقد هستیم که هر کودک چه به دنیا اومده باشه چه نیومده باشه یک هدیه از طرف خداوند هست هیچ شرایطی نیست که ایالات تحت هیچ شرایطی ایالات متحده آمریکا اجازه نخواهد داد که دیوان سالاران بین‌المللی بر روی حق شهروندان ما پا بگذارند از جمله حق دفاع از خود برای همین هست که امسال من اعلام کردم که ما هرگز کنوانسیون سازمان ملل رو برای در مورد تسلیحات امضا نخواهیم کرد زیرا این حق حق, حق مالکیت اسلحه را از آمریکایی ها سلب میکنه ما هرگز این حق مالکیت اسلحه رو ازش همیشه دفاع خواهیم کرد این جزوی از ارزش های حیاتی هستش که آمریکا از اون دفاع میکنه این جزی از قانون اساسی آمریکا هست جزی از سنت هستش که آمریکا با اون پایگذاری شده کسانی که این کشور پایگذاری کردن همیشه معتقد بودند که نباید اجازه داد بعضیها کنترل روی دیگران داشته باشند اجازه نخواهد داد کسانی به اسم ایدولوژی های مختلف با فرضیه های مختلف به دنبال تسلط بر دیگران باشند کسانی که نه فقط به دنبال حفاظت از منافع همه هستند بلکه به دنبال از منافع تعداد اندک هستند سیستم ما طوری طراحی شده که بتونه مقابل این خطرها بیسته مؤسسان این کشور تصمیم گرفتن این قدرت رو تفویض بکنن به کسانی که مغرور هستن به کسانی که مستقل هستند و حق مالکیت اسلحه از همینجا میاد چرا که حق یک کشور و منفعت یک کشور فقط توسط کسانی میتونه پیگیری بشه که ریشه در اون آب و خاک دارند به اون فرهنگ اون کشور احترام میذارن به ارزش های اون کشور احترام میذارن به کسانی که میدونن آینده از آن اونهاست وطن پرستان همیشه کشورهایی رو کشور خودشون رو به طوری میبینه که هیچ کس دیگه نمیتونه ببینه آزادی فقط زمانی میتونه مورد حفاظت قرار بگیره زمانی میتونه امن باشه دموکراسی زمانی میتونه پایدار بمونه که وطن پرستان متعهد بمونن و هوشیار باشن و با همین روحیه هستش که ما این قدرت رو میگیریم که در مقابل خودکامگی بایستیم. برای همین هستش که ما به دنبال ایجاد دوستی های جدید هستیم و این شجاعت رو داریم که دنبال صلح باشیم. عشق به وطن باعث میشه که همه ملت‌ها بتونن در کمال صلح و صبا زندگی بکنند برای همین همه رهبرانی که امروز اینجا به ما ملحق شدن برای تحقق یکی از والاترین های بزرگ کمک بکنید که ملت‌های خودتون به رشد و تعالی برسن، به فرهنگ خودتون احترام بذاری. به تاریخ خودتون و میراث خودتون احترام بذارید <تصفح> کشور خودتون رو قوی بکنین <تصفح> کشور خودتون رو به حق بکنین به کرامت مردم خودتون احترام بذارین و هر هیچ چیزی دور از دسترس شما نخواهد بود وقتی ملت‌ها ها قوی تر باشند آینده درخشان تر خواهد بود مردم خوشحال تر خواهد بود شراکت ما قوی تر خواهد بود با کمک خداوند ما مقابل دشمنان آزادی خواهی میستاد. بر خودکامگان غلبه خواهیم کرد ما استانداردهای جدیدی رو برای سبکهای زندگی و دستاوردهای جدید رقم خواهیم زد رمزگشایی خواهیم کرد از معماهای قدیمی و دوستی های بسیار زیبایی رو خواهیم یافت در بین ملت هایی که احترام میذارن با حق حاکمیت خودشون رهبران عزیز تعهد به آزادی و عدالت و یک دنیای بهتر به همه انسانیت کمک میکنه اول این تلاش رو از خانه خودتون شروع کنید متشکر هستم خداوند همه شما رو مشمول رحمت خودش قرار بده و خداوند آمریکا رو مشمول رحمت خودش قرار بده